نگاهی به چند خبر کوتاه. شبکه خبری CNN آمریکا نوشت ستاد فرماندهی مرکزی ارتش این کشور که فرماندهی کل نیروهای ارتش در مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی را بر عهده دارد، عصر روز سه‌شنبه با صدور بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که با انجام یک حمله پهپادی در شمال غرب سوریه، ماهر اقال، یکی از پنج سرکرده ارتش ارشد داعش و رهبر این گروهک تروریستی در این کشور را هدف قرار داده و کشته است. پلیس لانگ آیلند نیویورک که در حال بررسی انفجار مقابل یکی از مساجد این منطقه است، این حمله را در دسته جرایم ناشی از نفرت و بر اساس انگیزه های ضد اسلامی دانست. بر اساس گزارش های دریافت شده، مواد منفجره شبیه به کوکتل مولوتوف در خارج از مسجد فاطمه زهرا در رونکوما منفجر شد. مسئولان محلی طالبان در ولایت نیمروز در غرب افغانستان از وقوع درگیری میان نیروهای این گروه با مرزبانهای ایرانی خبر دادند. در درگیری قبلی حدود دو هفته قبل نیز یکی از مرزبانهای ایرانی توسط نیروهای طالبان در نیمروز کشته شد. سائر مخیف الجبوری رئیس کمیته منابع آبی پارلمان عراق خبر داد که ترکیه قصد ساخت سد بزرگی بر روی رود دجله دارد که این سد عراق را از آب دجله محروم خواهد کرد. به نوشته وبگاه صوت العراق، او با بیان اینکه نام این سد الجزیره است، از آنچه سکوت دولت عراق درباره سیاست سد سازی ترکیه می‌خواند به شدت انتقاد کرد. باستانشناسان در اسپانیا ادعا کردند چیزی یافتند که احتمالاً قدیمی ترین فسیل کشف شده ی انسان در اروپا است و احتمالاً به 1.4 میلیون سال قبل برمیگردد. پژوهشگران مرتبط با بنیاد غیرانتفاعی آتاپوئرکا گفتند قدیمی ترین فسیل انسان نما که تاکنون در اروپا کشف شده یک استخوان فک است که در سال 2007 در رشته کوه آتاپوئرکا واقع در شمال اسپانیا پیدا شد و قدمت آن 1.2 میلیون سال قبل برآورد شده است. پژوهشگران ژاپنی از طرح‌هایی برای زیستگاه‌های با گرانش مصنوعی در ماه رونمایی کردند. پایگاه ماه که با همکاری دانشگاه کیوتو و شرکت پیمانکاری کاجیما دنبال می‌شود، یک سیستم حمل و نقل برای جابجا کردن افراد بین زمین، ماه و مریخ است. ایده اصلی استفاده از این نیروی گریز از مرکز از طریق حرکات چرخشی به منظور بازآفرینی گرانش زمین است که 6 برابر بیشتر از گرانش ماه است. دو جراح در دانشگاه نیویورک آمریکا موفق شدند قلب دو خوک اصلاح شده ژنتیکی را به دو فرد مرگ مغزی پیوند بزنند. جراحان اعلام کردند که این دو قلب در طول آزمایشات 3 روزه در ماه‌های ژوئن و ژولای بدون هیچ نشانه از پس زدن آن به طور طبیعی کار کردند. پیش از این هم محققان عمل کاشت کلیه دو خوک برای دو شخص مرگ مغزی را در سال 2021 انجام داده بودند. اکبر رضایی سرپرست ستاد مکه از بازگشت حجاج ایرانی از فردا پنجشنبه به کشور خبر داد و گفت از مجموع 39635 ویزایی که عربستان برای زائران ایرانی صادر کرده بود، 43 نفر از شرکت در حج انصراف دادند. او با بیان اینکه کل زائران حج تمتع در قالب 302 کاروان ساماندهی شدند، افزود 21200 نفر از زائران در قالب کاروانهای مدینه اول و 17176 زائر نیز در قالب کاروانهای مدینه دوم ساماندهی شدند.